سلام میکنم به همه عزیزانی که این برنامه رو تماشا میکنن، این نوار رو میبینن، و تشکر میکنم از عزیزان دیگری که زحمت کشیدن و باعث شدن این نوار گرفته بشه و از ما به یادگار چهره ای مونده باشه. من در سال آخر، یعنی دیماه 1305 به دنیا آمدم. پدرم شب خواب میبینه که من به دنیا آمدم، قنداقه من توی دستشه، از دست پدرم میره قنداقه روی آسمون. همیشه برای خانواده میگه من یه همچه خوابی دیدم، این بچه یا به دنیا آمده مرده یا خیلی مشهور میشه. و همان روز خودش سکته میکنه و من اصلا پدرم رو ندیدم و به دنیا آمدم و واقعا شهرتی پیدا کردم. ما نمانیم و عکس ما ماند، کار دنیا همیشه برعکس است. سپاسگزارم. بیایی چه خبر؟ هیچی. این روزا چه کار میکنی؟ هیچ کار. جایی میریم، میان، کسی به تو سر میزنه؟ شما چه میکنی؟ ما هم دعا به جونشو. قربان شما. شما با محبتی. سلامت. از روزهای شهرت و رفتن و رسیدن تا ثانیه های مکس و یک نواختی و زل زدن به دیوار، سرگذشت بانویی که بیشتر از 100 فیلم بازی کرده، روزی کارگردان و تهیه کننده بوده و امروز حتی اسم پسرش رو به یاد نمیاره. با این حال حتی در روزگار فراموشی ترجیحش این بوده که زندگی راحتش رو توی غربت رها کنه و به خونش برگرده، مثل اینکه وطن آخرین چیزیه که از خاطر آدم ها میره. اینجور رو بردستیم بردیم سوئد، گفت من ایران کسب و کار دارم نمیمونم اینجا. هر کاریش کردیم به اون گفت من نمیمونم. خوشیدی اومدیم اینجا، میگیم کس و کارست کنم، میگه من کی گفتم کس و کار دارم. خواهم ریایی، کدوم یکی نقشاتو دوست داری؟ کدوم یکی بازیاتو دوست داری؟ من هر چی که بازی کردم دوست داشتم. به کدومش فکر میکنی؟ به اونی که مردم خوششون میاد و چراجی به اون با من صحبت میکنن. کدومه؟ نمیدونم دیگه. اسمش یادتون نیست؟ الان آرزویی داری؟ چه آرزویی؟ آرزویی مثلا برای خودتون، برای بچه‌هاتون، برای مردم، برای همه. برای همه آرزو دارم که اون چیزی که میخوان زندگی کنن و تو زندگیشون اون چیزی که میخوان وجود داشته باشه. شما اون چیزی که خواستین شد؟ بالاخره شده. آخه من نمیتونم زیادی بخوام. خب حالا بگو ببینم، بگو چی بگم؟ راجب پسر خالت داره میاد اینجا. میاد اینجا؟ خب قدمش رو چشم معلومه، قدمش رو چشم. میدونی الان چند سال همسرتون فوت کردن؟ نمیخوام بدونم. چرا؟ میخوام فکر کنم که هنوز زنده. ساعت نه، نه تو تهرون خودمون برام بهتر. اینجا رو بیشتر دوست داری؟ مسلمه. شب یلدا چه شبیه خانم بیاری؟ شب یلداست دیگه. چیکار میکنم؟ خانواده ها جمع میشن دور هم، با هم میگن، میخندن، زندگیشون رو به یاد میارن، بدی و خوبی ها رو کنار میذارن و ناراحتی های اگر باشه میرزن کنار، با همدیگه واقعا نزدیکتر میشن و دوستتر میشن. ایشالله همه خانواده ها همینطور باشن.
سالای خوب زندگی تون بوده؟ سالای خوب زندگی؟ بر من خوب بوده. همش برای اینکه هم شوهر، هم بچه ها، هم خانواده، همه نسبت به من با اشتیاق صحبت میکردن، اینه که راضی میکردن، راحت بودن. خانم ریاهی، توی دوربین نگاه کنین، با هر کی دلتون میخواد حرف بزنید. من؟ آره. چه خوب کردی اومدی من. عروس ما نشوه. خانم ریاهی، از عروستون راضی هستین؟ چرا نباشن؟ ریاهی، به خاطر شما اومدن این برا؟ میتونستم همون بر زندگی کنم. اون بر به خاطر خودش نه، به خاطر دخترامون و نوه هامون اونجا هستم. ما اونا رو همه رو ول کردیم به خاطر یه همچه خانم. شعر گفتن شرشون برای من. جدی؟ میخونی؟ خب این واقعا نسبت به عروسم واقعا علاقه من بودم. الهی همه با اون کسانی که زندگی میکنن خوب و خوش و راحت باشن.